با سلام خدمت همه دوستان، خانم ها و آقایان، متشکرم از اینکه اینجا تشریف آوردید حرفای ما رو بشنوید. در ابتدای جلسه اجازه بدید که اعلام کنم، چون ما در 30 سالگرد قتل زندانیان سیاسی و در 20 سالگرد قتل هایی که حکومت مرتکب شد و رسانه ها اسمش رو زنجیره ای گذاشتند هستیم، به یاد و به احترام همه کشته شدگان یک دقیقه به احترام سکوت کنیم. در مورد پرونده‌ای که معروف شد به قتل‌های زنجیره‌ای، مطالب زیادی شنیدید، خواندید و می‌دانید. در نتیجه برای اینکه تکرار مکررات نشه، من اجازه بدید فقط چند نکته رو به عنوان یکی از وکلای این پرونده مطرح بکنم. و به عنوان مقدمه باید بگم که نامی که رسانه ها به این پرونده دادند، یعنی قتل های زنجیره ای، من با این نام موافق نیستم. و همچنین برخی میگویند قتل های سیاسی، با این هم موافق نیستم. دلایلم رو خواهم گفت. از نظر من اینها قتل‌های حکومتی است که از طرف حکومت به طور سیستماتیک سالیان سال ادامه داره. اندهایه هر زمان به گونه خاص این قتل‌های حکومتی، درست از فردای پیروزی انقلاب شروع شد با تیرباران هایی که در بالای مدرسه رفاه کردن. در اون زمان متاسفانه غفلت روشنفکران و جامعه مدنی باعث تجری حکومت شد، روز به روز بیشتر شروع به کشتن کرد. بسیار انگشت شمار بودند افرادی که اعتراض کردند به این قتل های غیر قانونی، زیرا که یک شخص هر گناهی هم که داشته باشه باید از دادرسی عادلانه برخوردار باشه. و در مورد این تیرباران های بالای مدرسه رفاه کسی اعتراض نمی کرد. معدود افراد بودن که اجازه بدید در همین جا تشکر کنم از استادم آقای دکتر لاهیجی که جز معدود افرادی بودن که اون موقع با صدای بلند اعتراض میکردن که دادرسی عادلانه حق هر کسی، ولو اینکه بدترین گناه ها رو هم، بدترین جرم رو هم مرتکب شده باشه. منتها جامعه اون موقع متوجه خطرات نبود و به همین دلیل حکومت همینطور روش خشنش رو ادامه داد. و دیدیم که همونطوری که گفتم هر زمان به شیوه ادامه پیدا میکرد. بعد کار رسید به محاکمات چند دقیقه آقای خلخالی و داستانهای آنچنانی، بعد محاکمه افسران که در اتهامشون شرکت در کودتای نوژه بود پیش آمد. اینا هیچ کدام دادرسی عادلانه نبود. نوبت رسید به کمونیستا و اعصاب کمونیست چپ، نوبت رسید به بهائی‌ها و همینطور ماشین کشتار حکومتی در یک دادرسی غیر عادلانه همه اینها رو به کشتن داد، تا اینکه بعد رسیدیم به قتل‌های تیرباران‌های زندانیان سیاسی در سال 67 و اون فاجعه خونین اتفاق افتاد. اینا همه پشت سر هم بود. بعد از که البته هم در داخل اتفاق می افتاد هم در خارج، یادمون نره زنده یاد شاپور بختیار چگونه کشته شد،
فریدون فرخزاد یا در خارج این قطرها تا اونجایی که حافظم یاری میکنه با کشته شدن پسر اشرف پهلوی شروع شد. ماشین کشتار حکومت همینطور ادامه داشت تا اینکه بعد از فوت آقای خمینی و سر و صداهای بین المللی که شروع شد که چرا انقدر میکشید، این محاکمات چیست که کسی ازش خبر نداره و فقط یه ساک دست خانواده میدید که این محاکمه کردیم و کشتیم، روش حکومت عوض شد. خب اینا چیزایی است که بر اساس از این به بعد بر اساس پرونده میگویم. گفتن افرادی که گناهشون مسجل شده اینا بیان دفاع هم بکنن در دادگاه، چی از خودشون خواهند گفت؟ خب ما اسناد محکومیتشون رو داریم دیگه. و بر همین اساس یک گروهی نشستن و حکم کشتار مخفیانه عده‌ای رو دادن. این روش ادامه داشت تا اینکه به تدریج در اثر دریچه کوچکی که به آزادی باز شده بود و مردم جرأت اعتراض پیدا کرده بودند، هرچند که این دریچه کوچک بعدها خیلی زود بسته شد، اما چون تعدادی از قربانیان افراد بسیار شناخته شده خوشنام و معروف جامعه بودند، سر و صدا خیلی بالا گرفت و با جامعه مدنی هم با استفاده از آن دریچه کوچک سر و صدایی میکرد. آقای خاتمی رئیس جمهور وقت مجبور شدند فشار بیاورند به وزارت اطلاعات که آقا اعلام کنید و اگر شما اعلام نکنید من خودم میگم. بنابراین در یک نشست سیاسی که رهبران جمهوری اسلامی داشتند مسئله رو به این صورت جمع جور کردند که بیانیه از طرف وزارت اطلاعات خوانده شد که عده‌ای خودسر آمدن مرتکب قتل‌هایی شدند و برای چهار قربانی پرونده تشکیل شد، یعنی شادروانان، داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده. و من وکیل خانواده فروهرها بودم، آقای زرخشان وکیل خانواده مختاری و آقای احمد بشیری وکیل خانواده پوینده بودم. این پرونده تا مدت‌ها در اختیار ما قرار داده نمی‌شد تا اینکه اعلام کردند تحقیقات تمام است و می‌توانید پرونده بخوانید و پرونده خوانی شروع شد در یک فرصت بسیار محدود. و شما تصور کنید سه تا وکیل از طرف خانواده قربانیان، دو تا وکیلم از طرف متهمین، ما پنج وکیل میخواستیم پرونده رو بخونیم در یک اتاق کوچک و وقتم به ما فقط 10 روز داده بودن که تازه 2 روزش هم میخورد به تعطیلات، در واقع زمانی نداشتیم. اینها تمام با مهندسی شده بود. الان حتما سوال میکنید که کجا محاکمه شدن، در کدام دادگاه؟ در دادرسی ارتش. چرا در دادرسی ارتش؟ مگر متهمین نظامی بودن؟ نخیر، هیچ کدام نظامی نبودن،
همه از کارمندان رسمی وزارت اطلاعات بودند. اما طبق یک نوشته کتبی کلیه اتهامات مأمورین وزارت اطلاعات میبایستی در دادرسی ارتش رسیدگی بشود. آیا میشود صلاحیت دادگاه ها رو با دو خط نوشته پایین و بالا کرد؟ بله میشود. در جمهوری اسلامی میشود. در حکومتی که طبق قانون اساسی ولایت فقیه بالای سه قوه است و حکم حکومتی هر قانونی رو از اعتبار میاندازه میشود و شد و ما رفتیم به دادرسی ارتش. پرونده در اونجا مطرح بود. وقتی که پرونده رفت به دادگاه، حالا معلوم نیست که دادرسی ارتشه، ولیکن یک قاضی رو موقت مأمور رسیدگی به این پرونده کردن که اون قاضی هم ادعا میکرد که از مستشاران دیوان عالی کشور است و خیلی هم به ما روزی که بنده و خانم پرستوفر رو هر پیشش بودیم پوز میداد که من شاگرد محبوب یه استادی هستم که حالا اسم اون استاد رو نمیخوام بیارم برای اینکه اون استاد بدنام میشه و من میدونم اون دروغ میگه، نمیخوام دروغ اون رو تکرار بکنم. من شاگرد محبوب فلانی بودم و من خیلی یعنی خیلی باسوادم. گفتم خیلی و من چون قبلش از زندان آمده بودم بیرون، یعنی سر یه پرونده دیگه در زندان بودم، من گفتش که تو بهتره بری کنار، شاید که تا محاکمه هم حکمت قطعی بشه و من زندان بودم. خب حالا چشم، اگه رفتیم زندان بالاخره دیگران هستن، حق توکیل غیر میدیم. و به خانم فروهر هم یک حرفی زدن که ناراحت بودن برای اینکه میگفتن اگر رسیدگی کردیم و جرم ثابت شد شما بابت شادروان پروانه فروهر چون زن بوده و قاتلین مردن، ما با تفاوت پول دیه مردن میدیم و از شما میگیریم و وقت بعد طرف رو اعدامش بکنیم. و در حقیقت با خواندن ماده ای از قانون که همین رو میگوید، یک توهین آشکار به کسی کردن که بیگناه جانش رو گرفته بودن. پرونده خانی شروع شد. نکته بسیار مهمی که تو این پرونده بود تعجب و گله متهمان به قتل بود که ما اینجا چیکار میکنیم؟ ما قاتلیم، خودتون گفتین. بعدم چرا 4 تا قتل؟ ما 400 تا قتل، 400 قتل نمیگفتن، بودن عملیات. گفتم ما 400 تا عملیات انجام دادیم. و در تو پرونده ما هست در برخی از موارد به ما پاداش دادن و پاداش رو ما رو بردن اماکن زیارتی و حج، چون کارمون رو خوب انجام داده بودیم. حتی کسی که زنده یاد فروهر رو به اون صورت فجی به قتل رسونده بود گفت شما برید پرونده فیش حقوقی من نگاه کنین، عملیات یعنی کشتار، عملیات ساعت 11 شب بود و به من اضافه حقوق دادن، حالا شما داری منو محاکمه میکنی؟ خب در حقیقت اینکه یه عده خودسر بودند و از موساد دستور گرفته بودند و آمریکا اینو گفتن، واقعا یه حرفای باد هوا بود که کاملا منعکس بود در پرونده. تو این پرونده قسمت اصلی یعنی سعید امامی از پرونده برداشته بودن، یعنی یک سوم پرونده که میگفتن مربوط هست به بازجویی های سعید امامی نیست. سعید امامی کی بود؟ تو این پرونده رده بالای پرونده بود که همه فکر میگفتن که سعید هم به ما گفت. سعید امامی چه شد؟ قبل از اینکه پرونده به دادگاه بره گفتن که
واجبی خورد و مرد. روزی که این خبر رو اعلام کردن، من به چند نفر از کارآموزام، یعنی وکلای جوانی که تو دفتر من کار میکردن، خواهش کردم برین از نقاط مختلف شهر واجبی های گوناگون بخرید. بچه ها یک کمی اون موقع خندهشون گرفته بود که چه خبره که ما این همه واجبی داریم جمع میکنیم. اما اینا رو که جمع کردیم، بعد روز بعد یک کنفرانس مطبوعاتی بود، گفتم نگاه کنید تمام این جعبه ها که از جاهای مختلف شهرم جمع آوری شده، روش نوشته فاقد سم ارسنیک، یعنی کشنده نیست. حالا چطور یک نفر اینو خورده و مرده اون داستان دیگری است. ضمن اینکه زندان های امنیتی که من فکر میکنم الان تو این جمع یه تعداد زیادی این زندان ها رو رفتیم و میدانیم، همه جا دوربین فیلم برداری از اینطوری نیست که این نفر هر کاری دلش بخواد بکنه. من بخاطرم از یه مدتی که در زندان بودم، من سیاتیک دارم، من باید همیشه شلوار یا جوراب بپوشم برای اینکه کوچکترین سرمایی باعث پادردم میشه. گفتم آقا جوراب به ما بدین، جورابمو اجازه دارم بپوشم چون اونجا لباس خاص مینه. گفتم نه نمیشه. گفتم آقا چرا نمیشه؟ و بعد این پادرد خیلی اذیتم میکرد. بالاخره در اثر اصرار فراوان ما توضیح دادن برای اینکه جوراب رو نخاشو میکشین و ممکنه اینا رو به هم ببافین و یه تناب درست بکنی و خودت دار بزنی، پس ما نمیتونیم جوراب بهت بدیم. در جایی که انقدر سخت گیری میشه، چطور میشه این نفر همچون راحت هرچی دلش بخواد بخوره و خودشو بکشه؟ این مرد، همون موقع هم اعلام کردیم که این مرد مشکوک است. خب اوراق این پرونده رو، یک سومش رو به بهانه اینکه مال سعید امامیه برداشته بودن، دو سوم باقی مانده هم که داده بودن در حقیقت گزینشی داده بودن، برای اینکه اون چیزا هم که بود اصلا مرتب نبود، از صفحه 2 میپرید به صفحه 20. خب این وسط چه اتفاقی افتاده، کی آمده کی رفته مشخص نبود. اما علی کل حال با همون پرونده مغشوش و در هم حقایقی دردناک روشن میشد که یکیش همین بود که میگفتم ما 400 نفر آدم رو عملیات کردیم. یکی دیگه این بود که ما اصولا برای این گونه عملیات استخدام شدیم و آموزش هم دیدیم. مثلا یکی از آموزش هایی که به اینا میدادن پرتاب کارد از روی موتور بود و تیراندازی از روی موتور، یعنی وقتی میخواستن یک کسی رو ترور بکنن، بسی طرف انقدر مهارت پیدا میکرد که در حین موتور رو در حال حرکت بتونه تیراندازی بکنه. بساسا اینها کارمندان رسمی بودن و اینکه عنوان میشد که خودسران یک دروغ بزرگ بود. مسئله دیگر، اکثر افرادی که توی وزارت اطلاعات و مخصوصا در مقامات مهمتر وزارت اطلاعات و یا اجرای عملیات اینچنینی شرکت داشتن، به نوعی رابطه خویشاوندی داشتن. مثلا راننده اتوبوسی که نویسندگان رو میخواست بیاندازه ته دره، برادر زن یکی دیگه بود، اون یکی پسر عموی یکی دیگه بود تو پرونده، و این نسبت فامیلی نه تنها در این پرونده بلکه در موارد دیگه هم من بهش پی بردم. علتش چیه؟ کسی که وارد این گونه عملیات و این گونه پرونده ها میشه، یه زمانی خب ممکنه خسته بشه یا وجدان درد بگیره، بخواد خودش بکشه کنار، یا بخواد زبانش باز شه، بخواد حرف بزنه. بستگانش اونجا گیرن و این در حقیقت گرو گرفتن خانواده است به صورتی دیگر. حالا زندانیان، یعنی کسانی که زندانی سیاسی عقیدتی هستن، خانوادهشون به نوعی گروگان گرفته میشوند، کارمندان وزارت اطلاعات هم به نوعی گروگان گرفته میشوند.
یه چیز دیگری که تو این پرونده خیلی برای من جالب و تعجب آور بود این است که اینا چقدر نامردن. حالا ماها رو میکشن برای اینکه دگراندیشیم. خیلی خوب، حالا در منطقه خودشون دگراندیشن بعد بمیرن، اما حتی اینا به کسانی که باشون هم همکاری میکنن رحم نکردن. به عنوان مثال توی سازمان های اطلاعاتی کشورهای دیگر، مثلا همین فرانسه یا انگلیس رو نگاه کنین، تا لحظه آخر اسامی جاسوس ها رو لو نمیدن، منبع اطلاعاتی رو بیان نمی کنن که کی بوده به ما خبر داده فلان چیز رو که بعد ما فلان کار کردیم. اینجا خیلی راحت اسامی منبرم می گفتن، یعنی ما خیلی راحت می دونیم اون کسی که جاسوس وزارت اطلاعات در کانون نویسندگان بود و و آدرس همه ماها رو می داد و پرونده همه ما رو درست کرد کی بود. اسمش رو قشن راحت گفتن تو پرونده، اسم مستعارش داریوش بود، اسم اصلش هم گفتن. من نمیخوام الان اسمش رو بگم، برای اینکه زن و بچهش تو پاریس زندگی میکنن و شنیدم که برخی ها که اسمش رو میدونن رفتن سراغ دخترش رو یک کمی قلقلکش دادن، که البته این کارم زشته برای اینکه پدر هر کاری کرده باشه دختر جوانش کار دانیم ولش کنیم. اما اینا انقدر نامردن، حتی کسی که بریده، چون شخص ظاهرا قبلا هم متعلق به یکی از گروه های چپ بوده و حتی یه مدتی کدایی هم زندان بوده، کسی که بردین زندان بریده با شما همکاری کرده به عنوان جاسوس آمده تو کانون نویسندگان، اینقدر شرف داشته باشید که اسمشو قشنگ راحت تو پرونده ننویسید که بعد حالا اینجا ادهی برم مزاحم دخترش بشن. من نمیخوام از کسی دفاع بکنم، کار این آدم خیلی بد بوده، اما میخوام بگم که وزارت اطلاعات چقدر نامرده و امیدوارم دیگران از این نامردی ها عبرت بگیرن و بدانن که نباید همکاری کرد. اولین گام رو که به میل حکومت بردارید تا آخر جهنم مجبوری سقوط بکنید، شما رو تا اونجا میکشونن و آخر سرم آبروتون میره. همکاری نکنید. چنانی که توی این پرونده علاوه بر کسی که با اسم مستعار داریوش و البته اسم واقعیش هم میدونم، دو نفر دیگر هم اسم برده بودن که اصلا فکر نمی کردیم اینا، از جمله مثلا فرزند یک خواننده معروفی. این روشی است که چیزای اطلاعاتی، هیچ اطلاعاتی هایی پیش رفته یه ذره انسانی تر رفتار میکنن، این کار رو نمی کنن که اینا حتی کرده بودن. این عملیات تماما با اجازه وزیر اطلاعات بود، وزیر اطلاعات وقت آقای دوری نجف آبادی، و همه قبل از هر چیزی می رفتن ازش آخرین اجازه رو می گرفتن. یعنی دوری نجف آبادی تنها کسی نبود که روی این پرونده مسلط بود، بلکه پرونده رو ساخته بودن، مجوز قتل رو یا فتوای قتل رو گرفته بودن، بعد اجازه شروع عملیات رو می رفتن به اطلاع وزیر می گفتن و ایشون اجازه می دادن انجام می شد. خب ما وکلا گفتیم که وقتی پرونده رو خوندیم، گفتیم خب آقای دوری نجف آبادی خودش متهمه، چرا از متهم تحقیق نکردیم؟ دادگاه لطف کرد و این ایراد ما رو، این بخش از ایرادات مفصلی که گرفته بودیم این بخش رو قبول کرد، گفت خیلی خب میریم از آقای دوری نجف آبادی هم تحقیق میکنیم. روش تحقیق از کسی که اتهامی متوجهشه این است که بازپرس، نامه‌ای می‌نویسه و احضارش می‌کنه بیا، و باید بره بازپرسی، ازش سوال و جواب می‌کنن، میگن ما این چنین شهادتی داده شده، این چنین افرادی گاوادن حرف زدن، آیا قبول داری یا نداری؟ حالا اونم هر چی باشه
عقاید خودشو میگه، دلایلش میگه، بازپرس یا قبول میکنه یا رد میکنه دیگه. این شیوه قانونیشه. ایشان به جای اینکه بازپرس بره یعنی احضارش بکنن، بازپرس رفته بود خدمت ایشان و ازش پرسیده بود که متهمین به قتل میگویند که با اطلاع و اجازه شما بوده. نصف سطر نوشته آقای دوری نجف آبادی بود، در این نصف سطر گفته بودن والله بالله تالله هازا بهتان عظیم و پرونده نسبت به ایشون بسته شد. یعنی سه بار به اسامی خداوند قسم خوردن و به فارسی هم نفرمودند، چون عربی باشه حتما بیگناه‌تره. هازا بهتان عظیم، این بهتان تهمت به من زدن. خب پرونده بسته شد. آیا فقط دوریه نجف آبادی بود که داخل در این پرونده بود؟ نخیر، خود متهمین صراحتاً اعلام کردند توسط آیت الله خوشوقت مراتب به عرض آقای خامنه ای میرسید. آیت الله خوشوقت کیه؟ پسرش زن آقای خامنه ای رو گرفته، پسرش دختر آقای خامنه ای رو گرفته، یعنی پسرش داماد آقای خامنه ای. پس بنابراین ایشون کاملا در جریان بودن. یعنی که صحبت میکنن که فروهرها مخالف بودن ولی که نجیب بودن، ما با مخالف نجیب کاری نداریم، مثلا این اصلا این یا مختاری و پوینده آدمای معروفی نبودن که بخوان کشته بشن، این اصلا واقعا این دروغه. بابا تو پرونده نوشته شده، فقط منم که ندیدم، همه ما که پرونده رو خوندیم اینو دیدیم. یه موضوعی که خیلی به نظر من مهمه و و خواهش میکنم دوستان راجع به این مسئله دقت بکنن، وزرای اطلاعات همیشه روحانی هستن. چرا؟ چرا مثلا وزیر آموزش اگه برای انتقال فرهنگ و اجرای ادارت یا هر چیزی بر اساس مبانی ایدئولوژیک حکومته، خب بعد وزرای آموزش پرورش حتما روحانی باشند، وزرای امور خارجه که دارن چهره بیرونی ایدئولوژی رو ارائه میدهن بعد روحانی باشن، در حالی که وزارت اطلاعات مسائل امنیتی یه چیزای تخصصیه. چگونه است که فقط روحانیون اونجا هستن و قانون گفته که روحانی باشد، مجتهد باشد؟ این چیه؟ خیلی راحت، برای اینکه فتوای قتل رو بتونه بده. به همین دلیل میرفتن خدمت آقای دوری نجف آبادی. خب بعد از اینکه طبل رسوایی از بام افتاد، آقای دوری نجف آبادی از اون پست ورش داشتن. چی کاره شد؟ شد رئیس دیوان عدالت اداری، یعنی هم بهش همون سیستمی که اینو این دستور افشای قتل رو داده بود یه امتیاز هم بهش دادن، شد رئیس دیوان عدالت اداری. آخر عاقبت متهمین چه شد؟ در دادگاه اول چند نفرشون محکوم به قصاص شدند و تعدادی هم به علت مشارکت و معاونت حبس گرفتند که بعضی از حبس هم طویل مدت بود. خانواده قربانیان گفتند که ما اعتقاد به اعدام نداریم، ما نمیخوایم اینا اعدام بشن. اینی که ما نمیخوایم اعدام بشن رو
دادگاه حمله بر این کرد که ما از حق خصوصی خودمون میگذریم، در حالی که از حق خودشون نگذشته بودن، نمیخواستن اعدام بشن. خب اما از اونجایی که دادگاه معتقد بود که بالاخره اینهای مرتکب جرائمی شدند، نظم عمومی به هم خورده، یه چند سال حبسی برای همه نوشتن. آیا حبس رو کشیدن؟ نه خیر، نکشیدن. بنده با قاطعیت میگم، برای اینکه ردیابی کردم. حالا بهتونم میگم چرا انقدر حساسم روی این پرونده. بعد از حتی اکثر 3 سال همشون آزاد شدن. میدونین کجا رفتن؟ حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بودن، منتقل شدن با اونجا. از روی پرونده های دیگری که بازجویی میکردم ما اینا رو ردیابی کردیم. چرا من انقدر حساس بودم که این تا به الان این خط رو دارم دنبال میکنم؟ خب علاوه بر این که این پرونده یه پرونده ملی میهنی خیلی مهمی بود، علاوه بر این که وظیفه حرفه‌ای من بود، برای اینکه من وکیل خانواده پروانه و داریوش و فروهر بودم، یه دلیل شخصی هم داشتم، انگیزه شخصی هم داشتم. انگیزه شخصی من این بود که در بازجویی ها از متهمان به قتل که میپرسن که خب حالا برنامه‌تون چی بوده و از کی شروع شده و چطور و اینا، برنامه بعدی شما چی بود؟ اجرای عملیات یعنی کشتن شیرین عبادی. و ما از روی 2 خط تلفنی که داره، یعنی تلفن منزل و دفتر، ما روی سوژه سواریم. اینا تمام این اصطلاحات پرونده است. روی سوژه سواریم یعنی این است که کاملا تحت نظر ماست، ما کاملا مراقبیم که این چطور چه جاهایی میره. رفته بودم پیش و عنوان میشد که رفتیم پیش آقای دوری نجف آبادی، گفتیم که ما روی سوژه سواریم، میخوایم شروع کنیم عملیات. آقای دوری نجف‌آبادی گفته بودند که ماه رمضان است، با زبان روزه بچه ها عملیات نکنند، شاید روزشون باطل میشده. و از طرف دیگر سر و صدای جامعه زیاده و بهتره که یک کمی دست نگه دارید، که خب معجزه‌وار در این مدتی که دست نگه داشته بودندم این داستان لو میره و شروع میشه و به اصطلاح ظاهر میشه. این هم صادقانه بگم یه انگیزه دیگری است که بر انگیزه من اضافه شد که من اینا رو ردیابی بکنم، و به همین دلیلی که با قاطعیت میگم کجا رفتن. و حتی میدونم که نفر بعدی را که اینا بازجویی میکردن کیا بودن. این قضیه مربوط به آقای دوری یعنی زمان آقای دوری نجف آبادی هم نبود. همونطوری که گفتم تاریخ شروعش برمیگشت به قبل تر، یعنی زمان آقای هاشمی رفسنجانی، آقای ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و وزارت آقای فلاحیان. علتش هم گفتم برای اینکه نمیخواستن زیاد سر و صدای بین المللی بلند بشه. آیا این قطعه تمام شد؟ نه، چون منجر به اجرای عدالت نشد، زیرا که کار دسته خودش را نمی بارد. ما حتی همین اواخر دیدیم که در هلند، در فرانسه، اینا تمام در حقیقت دنباله همون قتله است. منتها توجه کنید هر زمان به یه صورتی داره این خودشو نشون میده. یه موقعی روی مرسه دفاع بود، یه موقعی به وسیله زندان اوین بود، یه موقعی به وسیله افراد دیگر. و ضمناً قتلهایی که خارج از ایران صورت میگیره، وزارت اطلاعات معمولاً سعی میکنه به وسیله غیر ایرانی انجام عملیات بده که به قول خودشون ردی از ایران نباشه. ولیکن در تمامی این قتلها دست سفارت ایران پشت قضیه هست، و این هم در مورد
پرونده هایی که به جریان افتاده و حقیقت رو شده مشخصه و هم در سایر موارد. بنابراین وقتی که یک ایرانی کشته میشه، مخصوصا اگر دگراندیش باشد به قول امروزی ادبیات سیاسی امروز، باید ببینیم کی از این قتل منتفع می شود. و اگر دشمنی خصوصی یا اختلاف حساب مالی اینجور چیزا در کار نباشه، شما به طور قطع و یقین بدانید که کار جمهوری اسلامیه. اینا تیم های ترور دارن. و حتی بعد از افتتاح کانون مدافعان حقوق بشر، سربازجوی پرونده ما آخه گفت ارباب ما اربابی داشت، اربابش هم اربابی داشت. ما اینجوری نیست که وزارت اطلاعات این راحتی باشه یکی از شما بازجویی میکنه بعد اون یکی دیگه بالاتر هم داره، اون یکی دیگه هم بالاتر داره. خلاصه سربازجویی ما، سربازجوی پرونده‌ای که چیز بود، یکی از افتخاراتش این است که من از تیم خارجی آمدم و من تو خارج فعالیت میکردم. از تیم خارجی آمدم یعنی این است که مرتکب قتل‌های تو خارج شدم. متاسفانه عدالت تا کنون اجرا نشده. تنها کاری که در حال حاضر میشود کرد همون چیزی است که خانواده ها و به ویژه پرستو رو حل میکنند. اجازه نمیده حافظه ما فراموش کنه آن اتفاقات ناگواری که در این کشور افتاد. یا پس بنابراین من نهایت سپاس رو از سازمان گزارشگران بدون مرز که بانی این جلسه هست که صحبت بشه، که یک بار دیگر یادمون بیاید چه اتفاق افتاد و به ویژه از آقای رضا معینی دوست عزیزم دارم که باعث و بانی این جلسه شدن. و خواهش من از یکایک دوستان این است که در هر کجا که هستید قصه پرقصه ایران رو بگویید، نذارید فراموش بشود. نه به خاطر اینکه کینه داریم، بلکه به خاطر اینکه با یادآوری اتفاقاتی که افتاده مانع از تکرار اون در آینده بشیم. میدانم روزی با همت زنان و مردان عدالت خواه ایران عدالت اجرا میشه و تا اون روز ما نمیذاریم فراموش. متشکرم. دوستان گرامی، سخن رو با یاد اون جانهای شریفی آغاز میکنم که در چنین روزهایی در سال 1377 یکی پس از دیگری محکوم حکمی مخفیانه شدند، محاصره شدند، روبوده شدند، به خانهشان هجوم رفت، جسم و جان گرامیشان درد کشید و با بیرحمی و خشونتی هولناک کشته شدند. با یاد پیروز دوانی، حمید حاجیزاده و پسرکش کارون، مجید شریف، پروانه فروهر، داریوش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده. در آن روزهای تلخ آذر 77 که خبر قتل‌های سیاسی یکی پس از دیگری پخش شد، خشم و ترس، خشم و شرم بر ترس بسیاری چیره گشت و پس از سالها سکوت اکثریت در برابر سرکوب دگراندیشان، وجدان زخم خورده جامعه ندای دادخواهی سر داد. فشارهای بین المللی با موج اعتراضهای خودجوش در درون و بیرون ایران همراه شد و دستگاه حاکمه در ایران را به واکنش واداشت.
در نیمه دی ماه آن سال وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در یک اطلاعیه به ارتکاب قتل‌ها از سوی گماشتگان خود اعتراف کرد، اما مسئولیت این جنایت‌های سیاسی را به حساب چند مأمور خودسر با برداشت‌های نادرست نوشت. از سوی دیگر مسئولان قضایی پرونده روند تحقیقات را زیر پوشش حفظ امنیت ملی از افکار عمومی و حتی از ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان مخفی نگه داشتند و هرگاه به حرف آمدند یا ضد و نقیض گفتند یا پاسخهای گمراه کننده دادند. اگرچه در ابتدا افشای ابعاد واقعی، بستر فکری و اهرم سازمانی قتل‌های سیاسی و نیز دادرسی عادلانه این جنایت‌ها به یک خواست مطرح در جامعه بدل شد، اما پس از چندی با اوجگیری سرکوب جنبش دانشجویی 18 تیر که یکی از محرکه‌های اون پیگیری قتل‌های سیاسی بود، توقیف نشریه‌هایی که در پیگیری این قتل‌ها نقش اساسی داشتند، پرونده سازی و بازداشت گروهی از دیگر اندیشان سیاسی و روزنامه‌نگاران از یک سو و عقب نشینی‌های آشکار جناح اصلاح طلب حکومت از خواست‌های جامعه از سوی دیگر، نیروی پیش برنده دادخواهی تحلیل بسیار رفت. تلاش هایی که علارغم این تنگناها شد نیز نتوانست ساختار قدرت را به پاسخگویی و مسئولیت پذیری وادارد. در چنین موقعیتی یادآوری و پافشاری بر دادخواهی در درون ایران بیش از گذشته در گروه پیگیری ما بازماندگان کشته شدگان و وکلای من بود. اما ما نیز با وجود تلاشی که کردیم نتوانستیم بر چند و چون رسیدگی قضایی تأثیر بسزایی بگذاریم و تنها در نقد و افشاگری روند مخدوش این رسیدگی موفقیت نسبی یافتیم. روند قضایی نزدیک به 2 سال به درازا کشید و در این مدت چند بار مسئولان رسیدگی به پرونده تغییر کردند و هر از گاه خبرهای عجیبی پخش شد، از جمله اینکه متهم ردیف اول پرونده سعید امامی که سالها معاون و بعد مشاور وزیر اطلاعات بود در زندان واجبی خورد و مرد، رد پای جاسوسان خارجی در قتل‌ها شناسایی شد و نتیجه گیری شد که هدف این قتل‌ها اصلا نه حذف دیگر اندیشان که توطئه بر ضد سران نظام و مخدوش کردن چهره جمهوری اسلامی بوده است، فساد مالی و روابط عجیب و غریب جنسی متهمان کشف شد، جزوه های جنجالی و مبتذل افشاگری باب شد و فضای گفتگوی اجتماعی بر گرد پیگیری این جنایت ها را از شایعه ها و تئوری های غریب انباشت. فیلم شکنجه متهمان در فضای مجازی پخش شد. شایعه بازداشت بازجوهای پرونده پراکنده گشت. پرونده هم مدتی ناپدید شد تا سرانجام ردش در دادگاه انقلاب پیدا شد و غیره. در تمام طول این مدت هر بار که نشانی از تغییر در پرونده دیدم به تهران رفتم و تنها پس از پیگیری‌های فراوان و انتظارهای طولانی موفق به دیدار مقام رسیدگی کننده شدم. مسئولان امر جابجا می شدند، اما هر یک از آنان هر بار به من اطمینان می داد که تعهدش در کشف حقیقت و دادرسی عادلانه از من بیشتر است. هر بار پاسخ پرسش ها به پایان تحقیقات حواله می شد. وقتی آن موعد موعود پایان تحقیقات در شهریور 79 فرا رسید، به ما بازماندگان قربانیان و وکلایمان 10 روز مهلت خواندن آن پرونده ملی را دادند. 12 کلاسور پربرگ که نمیدانم چند صفحه بود، چون 3 بار شماره گذاری شده بود و از جابجایی آن 10ها صفحه را بیرون کشیده بودند. آن پرونده نمودی بود از اصطلاح آش و لاش که برای موجودات کتک خورده به کار می‌بریم.
دست نوشته های متهمان نیز تک نویسی های بلند و درهمی بودند که از لابلایشان جمله های هولناکی بیرون زده بود، حاوی این گونه اعتراف ها. این نوع مأموریت ها را تیم های بسیاری انجام داده اند و برای آن جوایز بزرگی دریافت کردند. برادران در هر کاری که شرکت کنند با وضوع بوده و با ذکر نام ائمه مأموریت انجام می دهند. که حذف فیزیکی مانند دیگر کارها از قبیل دستگیری، انتقال متهم و مراقبت ثابت و غیره در پرینت کاری از طرف وزارت برای ما مشخص شده و جزء وظایف سازمانیشان بوده است. اینکه این نوع کارها در آن وزارتخانه زیاد انجام می شده، در داخل یا در خارج از ایران، و تنها در این مورد بوده که به این صورت در آمده. اینکه آنچه عمل شده در دو حوزه لایک ها، یعنی ملیون مرتد و کانون نویسندگان بوده. اینکه حتی در شب قتل پدر و مادر نازنین من، به علت طولانی شدن کار، اضافه کاری آن شب هم در فیش حقوقی به آنها پرداخت شده. بازجو حتی یک پرسش درباره چنین اعتراف های هولناکی نکرده بود. انگار نه انگار. و در برک های همان پرونده آشولاش بارها تکرار شده بود که دستور قتل ها را وزیر وقت اطلاعات داده و باز هم انگار نه انگار. پرونده مثل تصویری که جا به جای آن را سیاه کرده باشند مسله و سراپا نقص بود، اما همان برش های کوچکی که به چشم می آمد نمایانگر وجود هولناکی بود که سیاه شدگی ها برای لاپوشانی آن به کار بسته شده بود. مأموریت قاضی پرونده هم مصداق دیگری از همان سیاه کردن ها و سانسور بود. آمده بود تا بستر سازمانی و فکری آن قتل ها را بی ارتباط با جرم دستبندی کند، از طرح آن در دادگاه جلوگیری کند و برای توجیه استنادهای موجه قانونی بیاورد. او در همان روز نخستی که من به همراه خانم عبادی به دفترش رفتم به ما گفت قتل‌های اتفاق افتاده، قاتلان اعتراف کرده اند و به این جرم محاکمه خواهند شد و انگیزه های سیاسی ربطی به این پرونده ندارد. او پرونده قتل‌های سیاسی آذر 77 را به پرونده قتل عادی 4 نفر توسط 18 نفر خلاصه کرد، بی آنکه ذره‌ای به اعتراض‌های ما و فهرست پرشمار نقص‌های پرونده که وکلای ما به او دادند اعتنا کند. یکی از وکیل‌های ما ناصر زرفشان به دلیل افشای حقیقت به زندان و شلاق محکوم شد، اما آن وزیر که زیر دستانش را به مأموریت قتل فرستاده بود رأی براءت گرفت. ما اعلام کردیم صلاحیتی برای این دادرسی پوشالی نمی شناسیم و در دادگاه فرمایشی شرکت نمی کنیم. دادگاه هم ما تشکیل شد و رأی مفصل آن نیز در روزنامه ها چاپ شد تا پایان نمایش دادرسی را به عموم اعلام کند. برای 3 تن از ماموران اجرای قتل، 2 نفر که چاقو به بدن پروانه فروهر و داریوش فروهر زده بودند و 1 نفر که طناب به گلوی محمد مختاری و محمد جعفر پوینده انداخته و آن را کشیده بود، حکم قصاص صادر شد. اختیار اجرای حکم قصاص را بنابر قانون شرع به ما بستگان درجه 1 قربانیان واگذاردند. ما اعلام کردیم که با اعدام مخالف هستیم و درخواست مجازات مرگ برای هیچ کس نداریم. مخالفت ما با حکم اعدام را بخشش متهمان خواندند و دستاویز کردند تا در دادگاه تجدید نظر که ما حتی از تشکیل آن خبردار نشدیم، با لغو حکم‌های قصاص مجازات دیگر متهمان پرونده را نیز کاهش دهند.
سپس نیز پرونده مختومه شد. پیگیری ما از طریق کمیسیون اصل 90 مجلس نیز به جایی نرسید. درخواست من از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای تحقیق و بررسی از آنجا که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حاضر به پاسخگویی به این کمیسیون نیست بی نتیجه ماند. اما دادخواهی ما به پیگیری قضایی یا درخواست پشتیبانی از نهادهای مدافع حقوق بشر محدود نبوده است، بلکه تلاشی بوده است برای ایستادگی در برابر سرکوب سیاسی، برای پاسخگو کردن نهادهای قدرت، پرسشگری و روشنگری نسبت به بی‌عدالتی ساختاری، یادآوری جنایت‌ها و روشنگری زمینه‌ها و بستر سازمانی و فکری آن. مخالفت با مجازات اعدام و مرزبندی با شیوه های انتقام جویانه، رویت پذیر کردن و به رخ کشیدن حذف و حذف شدگان، ایستادگی بر سر حق یادآوری و بزرگ داشت آنان، تلاش برای رسوا کردن شیوه های گوناگون انکار و تحریف، شهادت دادن و روایت تجربه ها و ساختن الگوهای کوچک ایستادگی. یکی از این ایستادگی های کوچک تلاش هر ساله ما بوده است برای برگزاری مراسم یاد بود برای کشته شدگان تا بتوانیم در همراهی جمعی بر حق خود بر حافظه بایستیم و بر ضرورت دادخواهی پافشاری کنیم. امسال هم که 20 سالگرد بود به روال هر ساله به تهران رفتم تا در سال روز قتل سیاسی پدر و مادرم دعوت به گرد همایی کنم. مکان این گرد همایی موقعیت ویژه‌ای دارد. خانه و قتلگاه است، جایگاه ازداد، مکانی که در همزمانی ناممکن مأمن و مسلخ جای گرفته، یادآور زندگی و تلاش دو مبارز سیاسی، یادآور سرکوب و خشونت سیاسی در سرزمین ما. امروز می‌خواهم شما را به همین مکان ببرم، به مقایسه و تقابل دو تصویر از این مکان. تصویر نخست سیاه و سفید است و در شب 1 آذر سال 1377 ثبت شده است. شبی که قتل پدر و مادرم برملا شد. در عکس 23 نفر دیده می شوند، یک زن و 22 مرد پیر و جوان. 4 مرد که پشتشان به ماست گوشه های پتوی را در مشت گرفتند و درون آن چیزی را حمل می کنند که از چشم دوربین مخفی مانده است. انحنای پتو میگوید آنچه که برده می شود جسم نرمی دارد. سنگینی آن شانه مردان را خم کرده است. حرکت ها و حالت های مردان تنها گویای وضعیتی عادی به هنگام حمل کردن چیزی است. به روایت شاهدان عینی درون آن پتو جسد مادر و پدرم را حمل کردند. من آن شب آنجا نبودم، اما بارها از بستگان و دوستانی که آنجا بوده اند پرسیدم که چه به یاد دارند، چه آنها که بیرون در حیات مانده بودند و چه آنها که برای مدت کوتاهی اجازه ایستادن را در حیات خانه یافتند. میگویند که ولوله‌ای به پا بوده است از اعتراض سوگواران و پرخاش ماموران. در این عکس اما هیچ اعتراضی دیده نمی شود. هیچ دهانی به فریادی گشوده نیست. همه انگار ساکت ماندند الا یک مأمور که به جلوداری حمل کنندگان می رود و چهرهش پیداست. انگار چیزی دستور می دهد. دیگران تماشاچی صحنه شدند. اینجا و آنجا در حاشیه آنچه در شرف انجام است ایستاده اند و نظاره می کنند. و
وقتی به این عکس نگاه میکنم تمام آن فریادها و اعتراضها که در طی سالها در ذهن میشنیدم که خشمگین و دردمند جسد پدر و مادرم را از آن خانه بدرقه میکردند خاموش میشوند. عکس اما همیشه یک واقعیت انتخاب شده را بازنمایی میکند. انتخاب یک زاویه و یک لحظه است از میان در هم تنیدگی ها و همزمانی های یک واقعه و هر بازنمایی از واقعیت در بطن خود به معنای حذف بخش هایی از آن واقعیت است. پرسش اینجاست که این عکس از واقعیت آن شب چه چیز را باز می نماید، چه چیز را نمی نماید و چرا؟ به چه انتخابی از واقعیت سندیت می بخشد؟ چه برداشتی ایجاد می کند؟ این عکس هیچ نشانه‌ای برای دریافت آنچه درون پتو حمل می شود نمی دهد. به بی‌حرمتی به انسانهایی که جسدشان را آنگونه می برند که انگار تلمبار ماده‌ای له شده است بی‌اعتناست. هیچ نشانه‌ای در عکس به هویت مردگان اشاره ندارد و به آن التهاب و اعتراض که قتل آنها سبب شد. هیچ نشانه‌ای در این عکس به پس زمینه سیاسی آن واقعه اشاره ندارد. تمامی عکس‌هایی که آن شب در خانه داریوش و پروانه فروهر گرفته شده اند از همان ابتدا محرمانه و ممنوعه اعلام شدند. حتی عکس هایی که اداره آگاهی در ثبت جنایت گرفته بود با وجود تمام اعتراض های ما از پرونده رسیدگی حذف شد. تنها این یک عکس سیاه و سفید بود که 4 سال پیش در یک کتاب حکومتی و پربرگ و سنگین وزن چاپ شد. کتاب یک روز شمار تصویری است از 30 سال جمهوری اسلامی، حاوی انبوهی از تصویرهای جور و جور از مناسبت‌های حکومتی تا سیل و آتش سوزی و جنگ و جشن و فوتبال. آن عکس سیاه و سفید از شب 1 آذر از مکان قتل داریوش و پروانه فروهر هم که تا پیش از آن پای هیچ خبر و در هیچ نشریه‌ای منتشر نشده بود در صفحه 1015 کتاب آمده است. زیرش نوشته شده قتل مشکوک داریوش فروهر وزیر کار دولت موقت و همسرش در منزل. در ترجمه انگلیسی به جای دولت موقت گذاشتند سابق. در این زیرنویس هم باید دنبال آن چیزی گشت که ناگفته مانده است. اینجا پروانه فروهر در واژه همسر خلاصه شده و هویت سیاسی و جایگاه اجتماعی او ناگفته مانده است. پیکار سیاسی 50 ساله داریوش فروهر به دوران چند ماهه وزیری او خلاصه شده. واژه کلیدی مخالف حکومت، مبارز سیاسی و دیگراندیش در بیان هویت کشته شدگان ناگفته مانده است. قتل مشکوک جایگزین قتل سیاسی شده است. چرایی انتشار این عکس و زیرنویس در یک کتاب مرجع را باید در همین ناگفته ها و تحریف ها پی گرفت. اینجا تاریخ ابتری بازنمایی شده که واقعه را از حقیقت آن تهی کرده و روایتی سطحی و پوشالی از آن به خورد بیننده می دهد. روایتی که حساسیتی بر نمی انگیزد و حس مسئولیتی از پی خود نمی آورد. چنین روایت هایی تاریخ را به انباشتی از حوادث استحاله می کنند و معضل مسئولیت و پاسخگویی را ناگفته می گذارند. این عکس نمونه است از چگونگی بازنمایی تاریخ مخالفان سیاسی از سوی ساختار قدرت در ایران و به روایتی سندیت می‌دهد که قدرت حاکم را از مسئولیت و پاسخگویی بری می‌کند. یک تصویر مقرض و حکومتی. تصویر دوم پیش خودتون تصور کنید. تصویر همان حیات همان خانه است 2 هفته پیش.
در 20 سالگرد قتل پروانه و داریوش فروهر. آفتاب پاییزی هنوز پهن بود و آن حیات پر شده بود از کسانی که به یاد کشته شدگان، همانها که جسدهایشان در آن عکس در آن پتو حمل می شود، گرد آمدند. انگار آنجا ایستاده اند تا جای خالی خود را در آن شب پر کنند، تا حضور خود را به آن تصویر سیاه و سفید که در نبود آنها ثبت شده بنمایانند، تا بازنمای حافظه جمعی از واقعی باشند که آن عکس سیاه و سفید سعی در تحریف آن دارد. آنها آمده اند تا تاریخ را به روایت آن عکس مقرضانه واگذار نکنند. این تصویر ساخته و پرداخته ما مردمی است که برای بازپسگیری حقوق خود از حکومت تلاش می‌کنیم. و اگر تصویری بتواند اثبات بالیدن ایستادگی ما باشد، همین تصویر شهروندانی است که علارغم گذر سالها به آن قتلگاه آمدند تا نشان دهند که از یاد نبردند. این تصویر برای من سهیست بر تأثیر گذاری استقامت ما بر روی حق خود در یادآوری. نمود تداومی است که زیر بار فشار و تهدید سرکوب حفظ کرده ایم. عینیت آن واژه دادخواهی است که 20 سال است تکرار کرده ایم. واژه‌ای که گرد آن تلاش خود را تعریف می‌کنیم. واژه‌ای که برای بسیاری از ما که عزیزانمان قربانی سرکوب سیاسی شده اند، چه بستگان آنان باشیم، چه دوست و همراه زندگی یا رفیق و همرزم مبارزشان، حامل مفهومی پرصلابت است، زاینده استقامت و امید، توانمندمان می کند و برای حضور و تلاش ما سنگر می سازد، مرزی می کشد میان سرکوبگر و انکار کننده با حق طلب. اگر در مفهوم دادخواهی دقیق شویم، به نظرم در عمق وجود آن به مفهوم مسئولیت می رسیم. دادخواهی ما را به دریافت مسئولیت وامی دارد و پاسخ می طلبد و اینگونه از یک سو زمین ساز دادرسی حقوقی می شود و از سوی دیگر با فرهنگ سازی به پالایش روابط اجتماعی از سرکوب و خشونت یاری می رساند. پس رو به آینده دارد و چالشی است برای ساختن زندگی عادلانه. دادخواهی از محدوده مهر فردی بازمانده به عزیز جان باختش فرا می رود. تعلق را به تعهدی بدل می کند برای یادآوری سرگذشتی که استبداد شریان حیاتش را قطع کرده است. با چنین تعبیری دادخواهی به چالش کشیدن مرگی است که پیامد استبداد است. پس عین تعهد به زندگی و آزادی است. دادخواهی در روایت فاجعه خلاصه نمی شود. پس ناگزیر است که با پرداختن به چراها و چگونه ها بستر تاریخی سرکوب را کالبد شکافی و بازخوانی کند. با پرداختن به این روند است که می توان پیامدهای آن تاریخ را در شرایط کنونی ردیابی کرد. پس دادخواهی می تواند زمین ساز یک خودآگاهی تاریخی سیاسی شود. دادخواهی داغ و رنج را از گیر افتادن در مرثیه خوانی و سوگواری برای گذشته می رهاند. طلب حق است و از این رو در امتداد استقامت سرکوب شده جان باختگان قرار می گیرد و شریانی از مقاومت می سازد. پس دادخواهی روندی است که باید ساخته شود. بدون کار و خلاقیت انسانی میسر نمی شود. و این تکاپو اگر بالیده شود، فرهنگ می سازد و به گونه ای ماندگار
در ساختار روابط قدرت تأثیر گذار می شود. با نگاه به تجربه 20 ساله می دانم که برای پیشبرد مؤثر دادخواهی بیش از هر چیز نیاز به همدست و همراه است. افراد و نهادهایی که بتوان در همکاری و همرزمی با آنان دادخواهی را به یک خواست جمعی بدل کرد. و البته که انتخاب همدست در پیشبرد دادخواهی دشواری دیگر این مسیر است. به نظرم همواره باید هوشیار بود تا مبادا افراد یا نهادها یا گفتمانهایی دادخواهی را به نفع هدفهای سیاسی خود مصادره کنند یا حتی به بیراهه بکشند. باید فاصله خود را با ساختارهای قدرت در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و غیره حفظ کرد و همواره به استقلال حرکت دادخواهانه به عنوان یک ارزش بنیادین پایبند ماند. در پایان قدردانی می‌کنم از گزارشگران بدون مرز، به ویژه رضا معینی عزیز برای برپایی این نشست، از وکیل گرامیم شیرین عبادی که همواره دلگرم به حضور و همراهی او بودم، و از دکتر لاهیجی عزیزم که تا به یاد دارم دوست دیرین و صمیمی پدر و مادرم بوده و در این سالها صمیمی‌ترین پشت و پناه و قوت قلب. دوستان عزیز سلام عرض میکنم. و صحبتم رو با یاد تمام قربانیان سیاست کشتار و ترور جمهوری اسلامی آغاز میکنم. من تا جایی که حالم اجازه میداد همین امروز صبح یک یادداشتی رو برداشتم و چون اعتقاد دارم که کشتار، ترور در ذات و طبیعت جمهوری اسلامی ایرانه، اینی که اول از دو دریچه، از دو منظر میخوام ببینم که رهبر جمهوری اسلامی، پایگذار جمهوری اسلامی یعنی خمینی، درباره دو مفهوم قضاوت و آزادی چه نگرشی، چه بینشی، چه ذهنیتی داشته. یادتون هست که 3-4 روز که از انقلاب گذشته بود، خب اعلام کردند که 4 تن رو در پشت بام مدرسه رفاه اعدام کردند. فردای اون روز ناصر میناچی که خب وکیل دادگستری بود، در جمعیت حقوق بشر هم با ما کار میکرد و بعد هم میدونید که به وزارت رسید، به دیدار من اومد و با یه حالت اعجابی گفت دیشب یک معجزه اتفاق افتاد. گفتم چگونه؟ گفتش که و تو اون موقع میگفتن هنوز امام نشده بود، میگفتن آقا یا آقای خمینی، گفتن آقا دیروز آقای خلخالی رو مأمور کرد که به این پرونده ها رسیدگی کنه و خلخالی اوائل شب یک لیست 20 نفری رو آورد گذاشت جلوی آقا. آقای نگاهی کرد و گفت همون 4 اول رو اعدام کن. خمینی خودش اینا رو محاکمه نکرده، در محاکمه هم حضور نداشته، یک آخوندی رو که تا پیروز مسئله گو بوده او رو مأمور این محاکمه میکنه و بعد هم وقتی جلوش میارن تایید میکنه و اونها رو بلافاصله میبرن اعدام میکنه. چندی بعد هم که ما در ایران اعتراض کردیم و در بیرون هم سازمان‌های حقوق بشر بارها و بارها گفت اینا اصلا نیازی به محاکمه نداشتند، باید اسم اینا رو میپرسیدن، باید اعدامشون میکردن.
این بنابراین بینش خمینی از قضاوت اسلامی. و فکر نکنید فقط در ارتباط با مسئولان رژیم گذشته و کسانی که به اصطلاح میگفتند خب تیه به خصوص سال 57 مسئولیت اون همه کشتار رو داشتن، بعد هم که خلخالی مشغول به کار شد، از کردستان، خوزستان، ترکمنصحرا ادامه پیدا کرد و هرگز نه فقط خمینی متعرض خلخالی نشد، که اگر این ور اونور صداهایی هم بلند شد به اونها هم گفت خفشید. قانون اساسی هم که به تصویب رسید با دو تا آخوند دیگر رو، که یکیشون پیش نماز بود، یکیشون معلم شرعیات، دو پست عمده و اساسی دادگستری هم داد به اونها به عنوان دو مسئول شورای عالی قضایی، و اینها مأمور شدن که دادگستری رو، عدلیه رو اسلامی کنن. و در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم صحبت دادگاه های انقلاب نبود، ولی چون میخواستن نهاد سرکوب رو تا وقتی این دادگستری به تمام معنی اسلامی بشه حفظ کنن، اینه که دادگاه های انقلاب رو برخلاف نص قانون اساسی با تأیید خمینی ابقا کرد. اردیبهشت 60، یعنی هی که این تقویم شده خرداد 60، نه من دارم صحبت اردیبهشت 60 رو میکنم. ما در جمعیت حقوقدانان ایران وقتی لایحه قصاص در اومد یک جزوه مفصلی نوشتیم و گفتیم که آقا با یک قانونی که از کتاب‌های فقهی که در قرن 6 و 7 هجری نوشته شده و اینا شما ترجمه کردید، مربوط به مناسباتی یک قبیله‌ای عشیره‌ای است، شما نمیتونید در قرن 20 یک جامعه کنونی رو هر جای دنیا میخواد باشه اداره کنید. گفتم آقا با مجازاتی که در این قانون آوردن، دست بریدن، قطع عضو، سنگسار، این قانون آوای وحشه. خمینی بلافاصله گفت هر کی با قانون اساسی با لایحه قصاص مخالف کنه مخالفت کنه مرتد. خب جزای مرتد هم مرگ دیگه. چند ماه بعد که در اوج کشتار ما هستیم، تابستون، حالا چه ماه تابستون، من موقع ایرانم مثل فکر میکنم همه شما یا اکثریت قریب به اتصال شما، و میدونید که در روزنامه ها میرسن روزی 70 تا 80 تا میکشتن دیگه و اسامی را بیشتر مواقع مینوشتن. خمینی در رادیو تلویزیون بارها دو بارش خودم دیدم مثال میزد، میگفتش که مثل اون باغبانی که وارد باغ و بستان میشه برای سلامت گیاه‌ها باید علف‌های هرزه رو ریشه کم کنه. یادتون هست دیگه در حکمی هم که در باره کشتار 67 میده، میگه رحم نکنید، رحم نکنید، اشداء علی الکفار. این بنابراین ذهنیت یک آدمی است که حالا شده رهبر جمهوری اسلامی و سرنوشت میلیون ها مردم در کف بی‌کفایت است. مفهوم دوم مفهوم آزادی است. خمینی از آزادی چه برداشتی داره؟ خب یادتون هست اینجا که بود حتی هفته های اول میگفت همه آزاد هم دارد، بلافاصله میگفت به شرطی که توطئه نکنند. ولی از ماه اردیبهشت که کم کم صداها بلند شد، شروع شد قلم ها رو بشکنید، قلم ها رو بشکنید. خمینیون هم شروع کردن حمله به گرد همایا با شعار حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. یعنی بسام دیگه دگراندیشی، دیگه حزب، دیگه تریبون وجود نداره. روزنامه هم پس دیگه از دیگری تعطیل شد یا مثل اطلاعات و کیهان مصادره شد.
و شروع کردن با همین عناوین کافر غیر کافر، مسلمان کافر، مکتبی غیر مکتبی، روز به روز جامعه رو قطبی کردن و تا جایی که شعار حکومتی شد مرد بر ولایت فقیه، یعنی مخالف ولایت فقیه بله ضد ولایت فقیه، من گفتم مخالف ولایت فقیه، در حال هر دوش عربی ها، هیچی نصیب ما ایرانی ها نیست، مرد بر ضد ولایت فقیه، یعنی مخالف ولایت فقیه مستحق مرگه، همچی که مخالف لایحه قصاص. موضوع سومی که من یادداشت کردم امروز واسه صحبت کنم، اصلا من چون حد قضاوت شروع کردم، ساختار دادگستری در جمهوری اسلامی چیه؟ میدونید در یه قاضی سابق و وکیل کنونی پلو بند نشسته، در دادگستری خب یه قوه قضاییه هست و بعد دیده ضابطان قوه قضاییه هستن، اینا میگن اکسیلیه دو جوستیس، یعنی پلیس قضایی فلان. در جمهوری اسلامی به این صورت نیست، یعنی ما با دو نهاد متوازی سر و کار نداریم، با دو نهاد متداخل سر و کار داریم، مثل ظروف مرتبطه. ببینید این اسامی رو تا اونجا که به حافظم بوده یادداشت کردم: گیلانی، نیری، رئیسی، ریشهری، محسنی اژه‌ای، فلاحیان، دوری نجف‌آبادی، پور محمدی و و و اینا تمامشون یا دادگاه انقلاب بودن اومدن تو دادگستری، یا دادگستری بودن رفتن وزارت اطلاعات، همینا که من گفتم، و از جمله وزیر اطلاعات دوره قتل این چهار عزیز، همونجوری که شیرین هم گفت، بعد در دادگستری پست گرفت. خب این تصادفی نیست، گفتم ظروف مرتبطه، یعنی همین، برای اینکه استراتژی این مجموعه حذف مخالفان، حالا مخالفان سیاسی، دگراندیشان سیاسی، عقیدتی، فرهنگی، مذهبی، به هر شیوهی که ضرورت داشته باشه، یا با حکم دادگاه انقلاب یا حذف فیزیکی، عنوانیست که در همین بازجویی‌هایی که خانم عبادی و پرستوی عزیز گفتن بارها و بارها تو این بازجویی، حذف فیزیکی به دستور حاکم شهر، به خاطر همینم یه حاکم شهر در رأس وزارت اطلاعات، و توسط چی؟ توسط سربازان امام زمان. یعنی میخوام بگم این ترمینولوژی، این اصطلاحات همچون تصادفی وجود نیمده، میگم در ذات و طبیعت یک همچین نظامیست اینه. خب حالا اینجا من با شیرین عزیز هم نظر نیستم راجع به این که چرا این جنایت سیاسیه. ببینیم از ابتدا، یعنی قبل از اینکه اینا سراغ داریوش فروهر و پوینده و دیگران برن، چه اتفاقایی افتاد؟ ربودن و کشتن هیئت امنای جامعه بهائیان، هرگز معلوم نشد که اصلا چه به سر اینها اومده. کشیش های مسیحی، توماک، میکایلیان، آخوندهای درباری، سید جواد ذبیحی، بهبهانی و متجاوزان به فسق و فجار فجور، ببخشید من اصلا حالم خوب نیست. خب اینا که مخالف سیاسی نبودن، اینا که فعال سیاسی نبودن، یعنی میخوام بگم که تمام اینها از نظر اونها باید ازاله میشدن، باید پاک میشدن، باید حذف میشدن. به موازات اون هم ترور در داخل و خارج کشور، این یک مرحله است. ولی چطور شد کم کم گسترش پیدا کرد و اومدن به سراغ دوستان ما و شما؟ انقلاب فرهنگی کردن دیگه. چرا انقلاب فرهنگی کردن؟
برای اینکه اولا غیر مکتبی‌ها رو از دانشگاه‌ها بریزن بیرون و بعد علوم اجتماعی رو اسلامی کنن. در چه راستا؟ در راستای به وجود آوردن مدینه فاضله. مدینه فاضله، ولی بعد از چند سال دیدن مدینه فاضله به وجود آورد و با 4-5 ویژگی: خشونت، کشتار، فقر، فساد، غارت. اینجا بود که فریادشون بلند شد: هجوم فرهنگی، هجمه، هجمه فرهنگی. یادتون هست دیگه، هجمه فرهنگی. و پیامبران این هجمه فرهنگی که بودن این روشنفکرانی که از روز اول گفته بود قلمهاشون رو بر بشکن، این دیگر اندیشان اینا. شروع کردن در نماز جمعه ها رهبر، حالا چه خمینی چه بعد از خمینی دیم. و اینجا بود که پروژه حذف دگراندیشان در دستور کار وزارت اطلاعات قرار گرفت و اول ما وارد دوران مرگ‌های مشکوک میشیم: میرعلایی، تفضلی، تفلک، غفار حسینی، سعیدی سیرجانی، زالزاده، همینجور میرم میرن جنازه‌شون. حالا بعدا معلوم شد تمام اینها با آمپول هوا هستن و سیستم هایی دیگه. پیروز دوانه ناپدید شد. من یادم آخرین تلفنی که داروش فرومر به من کرد، فکر میکنم شهریور یا مهر سال 77 بود، گفت آقای دستم به دامنت، این پیروز دوانه رو فکر میکنم که اینو کشتنش. بعد هم قطعهای برنامه ریزی شده پروانه و داروش فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده و مجید شریف. آخرین موضوعی که من خواهش روی صحبت کنم، بدون اینکه یار بکنم کلاس مرسه حقوق، توصیف حقوقی این جنایت هست. چیه این جنایت؟ گفتیم قطعهای برنامه ریزی شده در اجرای سیاست حذف دشمنان از طیف ها و گروه های مذهبی، همه رو براتون مثال آوردم، فکری، سیاسی، فرهنگی و حتی اجتماعی، اونهایی که در حال متهم به فساد اخلاق بودن، توسط ماموران دولتی. وقتی میگیم برنامه‌نویسی در اجرای یک سیاست، بنابراین اینا نه اسمش قتل زنجیره‌ایه، نه اسمش، این اواخر دیدم یه مقاله بود که اعدام‌های غیر قضاییه. نمی‌خوام اینجوری اعدام غیر قضایی چی، این اصلا قتله، قتل، قتل. حالا از اساسنامه روم هم براتون مثال میارم. از این طرف، از طرف دیگه جنایت بر ضد بشریت. از نظر به اصطلاح حالا تصادف نبوده دیگه، تاریخی، تقویم تاریخی، این جنایات 5 ماه بعد از تصویب اساسنامه دادگاه جزایی بین‌المللی که در ژوئیه 1998، یعنی تابستون 1377 به تصویب رسید. در این میدونید سه جنایت هست دیگه: کشتار دست جمعی، جنایت بر ضد بشریت، جنایت جنگی. ماده 7ش راجع به جنایت بر ضد بشریت و اولین چیزی که ظاهر میگه قتل، مخت، ماردر، قتل. این ماده رو براتون ترجمه کردم: قطع‌های پیاپی سیستماتیک و برنامه‌ریزی شده ارگانیزه، مردمان غیر نظامی سیویل،
در اجرای سیاست یک دولت. نمیگه که اینا سیاسی باشن یا نباشن، میگه در اجرای سیاست یک دولت. ولی چیزی که واقعا پرستو من خجالت بدیم حرفی که زد، ولی یه صحبتی رو همیشه یادم هست بهش گفتم، فکر میکنم بعد از این بود که اولی مصاحبه رو ما براش در مقر فدراسیون حقوق بشر گذاشتیم، فکر میکنم خیلیاتون هم اون روز بودید. بعد که اومدیم بیرون، حالا شاید بلافاصله یا اون شب، چی گفتم که پرستو جان به این مسیری که راه افتادی بعد خیلی صبور باشی. یادته؟ گفتم خیلی زمان میبره. ولی همونجا هم شاید بهش گفتم، ولی اگه نگفتم امشب میگم، که در همین اساسنامه ماده 29 هست که میگه مشمول مرور زمان نمیشه. ماه قبل دو تن از رهبران خمرهای سرخ 87 و 92 ساله به حبس ابد محکوم شدند. اونجا دادگاه‌های مشترک، یعنی هم قضات کامبوجی هستند هم قضات بین‌المللی، البته توافقی است که دولت کامبوج با سازمان ملل کرد. همین روزها دو جنایتکار جنگ جهانی دوم 94 ساله و 95 ساله در آلمان محاکمه میشن. ها؟ یعنی وقتی اونا مرتکب این جنایت شدن من 3-4 سالم بود. وقتی یادت هست گفتن باید صبور باشی. و خوشبختانه میدونم که توی این جمع جوان کم نیستن. بنابراین چرا میگی که مشمول زمان نمیشه؟ به خاطر اینکه گذشت زمان نمیتواند و نبایستی مانع کشف حقیقت بشه. یعنی اینجا یه مسئله انتقام گرفتن و قصاص کردن و چشم برآوردن و آدم کشی اینا نیست، کشف حقیقت. و اینم مسئله شخصی نیست، اینم مسئله یک جامعه است، یک جامعه ای که یک همچین مصیبتی درش اتفاق افتاد، یک جامعه ای که بخشی از مردم اون بخش دیگر رو به همچین فاجعه مبتلا کردن. این اراجیفی که حالا کسایی که دارن برای آینده برنامه ریزی می کنن که ما اینا رو می ریزیم بیرون، اینا ایرونی نیستن. آقا اینا ایرونی هستن، اینا ایرونی هستن، همه شون ایرونی هستن. چرا حاضر نیستید؟ حداقل اگه من شما میگم ما ملی هستیم و ناسیونالیست، اگر عرق ملی دارید سعی کنید این آلودگی را از تاریخ این کشور پاک کنید. عرق ملی برای من جنبه اخلاقی داره. شما که ناسیونالیستید باید بگید این عرق ملی باید مشخص بشه که این فاجعه چگونه وجود اومد. به جای شعار دادن برید چیز بخونید، کتاب بخونید، برید هانو آرنت چی نوشته. اون روزی که میگه لبنالیته دو مل در این کتاب معروف آیشمن در یروزالم، یهودی فراری پناهنده است، سالهاست در آمریکاست، قبول میکنه که به عنوان خبرنگار، استاد دانشگاهی، به عنوان خبرنگار بره در محاکمه آیشمن شرکت کنه. وقتی که میاد یه کتاب می‌نویسه که دنیا رو قوقا و از همون زمان ورودش به اسرائیل هم قدغن میشه، ممنوع میشه. تزش اینه، فلسفه، جامعه شناس، فلسفه، لبنالیته دو مل. وقتی در یک جامعه بدی، ظلم، ستم بنل میشه، عادی میشه، امر رایج میشه، قبح از قباحت میره، اون موقع همه میتونن آیشمن بشن، اون موقع همه میتونن جانی بشن. بنابراین برید دنبال اون نظام ایدئولوژیک
برید دنبال اون کارگاه فکری که بدی رو بنل میکنه. اگر فکر آینده ایران هستید، اگر میخواد شما هم باز دار بزنید بکشید، از حالا هم که رنگ هاش هم مشخص کردید، سیاه و سبز قرمز و فلان، اینو قرمز که همیشه خب متاسفانه بهش نسبت حساسیت داشتید. خیلی خوب، اگه نمیخواید این کارو بکنید، میخواید برای یک بار حافظه تاریخی این جامعه کار بیفته که چه اتفاقی افتاد، همچنین که حافظه تاریخی آلمان رو کار افتاد که هنوز بعد از 70 سال میان اینها رو محاکمه میکنن که حشف حقیقت بشه. مسئله بعدی مسئله من نیست، من همیشه وکیل عدلی بودم، وکیل مدافع بودم، وکیل مدافع هم میمیرم. مسئله تاریخ جامعه است، مسئله نسل های آینده. باید بفهمن مردم، بدونن تاریخ، باید گواهی بده که چه اتفاقی افتاد. حالا میخوای مثل آفریقای جنوبی قربانی یا خانواده قربانی گذشت میکنه، یا میگه نه اون موقع دیگه عدالت باید اجرا بشه و اون وارد اون نهادی میشیم که چند سالی است عنوانش هست جوستیس ترانزیسیونل، یعنی عدالت در دوره انتقال. در اون دوره انتقال دیگه باید چه کار کرد، چه مکانیزمایی رو به وجود آورد که کشف حقیقت بشه و جامعه بره به طرف یک جامعه که دیگه توش مل بدی بنل نباشه. متشکرم.